بیستم بهمن ماه 1396 خورشیدی و نهم فوریه 2018 میلادی. 40 سالگی انقلاب 57 داره شروع میشه و برآمدن نظام جمهوری اسلامی از دل اون انقلاب. اولین موضوع برنامه صفحه آخر امشب روایتی است از آنچه که در 21 و 22 بهمن 57 تو خیلی از شهرهای ایران اتفاق افتاده، اتفاق وحشتناک که بذارین در طول برنامه بهش برسیم. امشب همچنان به زمین خاری یک عضو فقیه شورای نگهبان که 2 هفته پیش وعدش رو دادیم و عقب افتاد به استرار برنامه های روز میپردازیم و بعد نامه ها و اسنادی رو خواهید دید که ثابت میکنه روحانیت حاکم بر حوزه علمیه قم از قاری لواطکار بیت رهبر معظم حمایت میکنه. پرده آخرم امشب حتما سر جاش پخش میشود. تقدیمی این هفته به سرلشکر عبدالرحیم موسوی، فرمانده ارتش جمهوری اسلامی. تقدیمی به فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، سال 1385، 5000 واحد آپارتمان جهت واگذاری به کارکنان پایور کلنگ خورد که قرار بر این بود ابتدای کار هر متر مربع 570,000 تومان، 570,000 تومان که نصف اون به صورت نقدی و نصف دیگر آن به صورت وام 20 میلیونی به کارکنان واگذار بشه و قرار شد که حد اکثر تا پایان سال 1390 واحدهای آپارتمانی به متقاضیان واگذار بشه. اما تا سال 1390 فقط 20% واحدها به کارکنان واگذار شد، آن هم به قیمت هر متر مربع 970,000 تومان و وام 20 میلیونی را هم به وام 35 میلیونی افزایش دادن که تقریبا 2 برابر قیمت اولیه بود. جای تأسف آنجاست که از سال 1390 تا سال 1396 یعنی سال جاری 80% واحدها با همه قیمت 2 برابری هم فعلا به کارکنان واگذار نشده و اکثریت کارکنان با توجه به حقوق کمی که دارن واقعا توانایی پرداخت این مبلغ رو ندارن. من خواهش میکنم از دستان در کاران صدا آمریکا ببینید آقای صلاحاتی مجری محترم برنامه صفحه آخر در این رابطه اطلاع رسانی به کنند که شاید مسئولین ارتش در این رابطه اقدام عاجلی به عمل بیارن. یکی از روحانیونی که 22 بهمن 57 به قدرت رسید آیت الله سید کاظم نور مفیدی بود. ایشون الان هم در گرگان قدر قدرتن. تو زندگی نامش نوشته سید کاظم نور مفیدی نماینده ولی فقیه در استان گلستان، امام جمعه شهر گرگان و نماینده مجلس خبرگان رهبری است. از او به عنوان قدیمی ترین امام جمعه کشور و تنها نماینده اصلاح طلب ولی فقیه در ایران یاد می شود. آقای نور مفیدی شوهرخواهر محمد فاضل لنکرانی از مراجع تقلید شیعه، فرزندش داماد سید محمد موسوی بجنوردی و باجناق سید حسن خمینی است. نور مفیدی از طرفدارای آیت الله خمینی بود قبل از انقلاب. 2 سال آخر را 55 به بعد به تبعید فرستاده شد در یکی از شهر بندرلنگه و یک شهر دیگه در کردستان، مریوان فکر میکنم، و بعد از حدود 2 سال آبان 57 برگشت گرگان. اون دوره‌ای که دیگه زندانیان سیاسی آزاد می‌شدن و این آخوندان برمیگشتن. اون موقع هم که شبکه آخونده از طریق مساجد چنان تبلیغ می‌کرد که انگار رستم دستان و چگوارا برگشته به گرگان. دیدین دیگه نمونه عکس و ایشون بودن. در جریان انقلاب که کمیته‌ها شکل گرفته بود، نور مفیدی شد مسئول کمیته‌های گرگان و با حکم خمینی شد حاکم شرع گرگان. ببینین این معرفی مختصر رو داشته باشین تا بعد برگردیم به ایشون. شب 22 بهمن
اتفاقی میفته در گرگان که بذاریم براتون بخونم. واقعه پاسبان کشی در گرگان. در روز 21 بهمن 57 مردم گرگان با شنیدن اخبار حمله مردم تهران به مراکز حساس رژیم به سوی شهربانی گرگان آمدند و در میدان کاخ سابق تجمع کردند. مردم قهرمان شهرستان گرگان 16 نفر از مأمورین شهربانی را به قتل رساندند و واقعه پاسبان کشی در گرگان را به وجود آوردند. این همونطور که دیدین یه تیکه از خبرگزاری مهر بود که براتون خوندم و از مصاحبه هایی که همین اخیراً از یکی از مسئولان یا به هر حال مأموران جمهوری اسلامی ایران با خبرگزاری مهر انجام شده به نام تاریخ نگار و مورخ و اینها، به هر حال این تیکه از سخنان ایشون بود که ایشون در گرگان ظاهر آمدن. خب یه عده الله اکبر گفتن و آدم کشتن، یه عده‌ام عزیزانشون کشته شدن توی کلن این 21 و 22 بهمن. البته که موضوع به همین سادگی نیست که من بنده عرض کردم یه عده کشته شدن یه عده هورا کشیدن الله اکبر گفتم، ولی به هر حال بحث ما امشب تحلیل انقلابی نیست که به قول شکرالله پاکنژاد ملا خور شد. شکرالله پاکنژاد از بنیانگذاران جبهه دموکراتیک ملی ایران بود که سال 60 تیربارون شد و این اصطلاح از اوست در واقع که گفت انقلابی که ملا خور شد. باری چه حسی دارین در این 40 سالگی یا 39 سالگی 22 بهمن 57؟ هر گروهی از مردم حس متفاوتی دارن. احساس همسر یکی از افسران شهربانی که روز 22 بهمن یعنی شب 22 بهمن در واقع کشته شد و بعد گفتن بیگناه بوده، همین حکومت براش پرونده شهید درجه 2 درست کرد تا به شیوه خودش اعاده حیثیت کرده باشه از سروان علی اصغر منوچهری رئیس وقت کلانتری 1 گرگان. احساس همسری همچین افسری چی میتونه باشه؟ خانم فهیمه جعفریان فرزند مرحوم محمد تقی جعفریان مدیر تربیت بدنی استان خراسان در قبل از انقلاب و همسر سروان علی اصغر منوچهری رئیس کلانتری گرگان، کلانتری 1 گرگان در سال 57. من 40 سال وحشت میکنم از روز 22 بهمن، چون من در این روز بود که بهترین همسر دنیا رو از دست دادم. ما فقط 5 سال با هم زندگی کردیم و ثمره این 5 سال 2 تا پسر بود که زمانی که شوهرم فوت کرد یکیش 2 ساله بود و یکی 4 ساله. من البته در گرگان نبودم، 3-4 روز قبلش رفته بودم مشهد که پدر و مادرم اونجا زندگی میکردن، به خاطر اینکه شوهرم از من خواسته بود برم، چون نمی اومد شبها و روز به خونه چون خطرناک بود، همه ماشین پلیس که می دیدن حمله می کردن. به همین جهت من رفته بودم و خودشم گفت برو تو، من چند روز دیگه میام مشهد. ولی اینهایی که میخوام تعریف کنم یه شاهد عینی بود، یه پاسبونی بود که خودش از این ماجرا جان سالم به در برده بود و اینها رو برای من تعریف کرد. آنچه میشنوید الان 40 ساله که فاش نشده، 39 ساله که فاش نشده. خیلی موارد مشابه قطعا هست که هنوز فاش نشده و امیدوارم که با شنیدن حرفای خانم جعفریان جنایت‌های مشابه هم روایت بشه، فاش بشه، منتشر بشه و خانواده ها نذارن که این جنایت ها ناگفته برای همیشه دفن بشه. مردم میریزن توی شهربانی، یه عده که افسر و پاسبون فرار میکنن، یه عده دیگه مثل شوهر من و چند نفر دیگه تو شهربانی میمونن که خداحافظی کنن و هر کسی بره به راه خودش، که شوهر منم ماشینش رو آورده بود دم شهربانی و قرار بود که خداحافظیشو بکنه و بیاد مشهد. اینا میان از در دوستی در میان، حلقه گل میندازن گردن اینا، حتی گریه و زاری میکنن. بعد از اینکه این کارا رو انجام دادن، همه این افسرها و پاسبونایی که تو شهربانی مونده بودن همه رو یه جوری میکنن توی یک اتاق
و میگن الان شروع کنیم. نگو اینا از پشت خنجه اول از در دوستی در اومدن که بعد حمله کنن. اینها رو میکنن توی یک اتاق که شمارهشون 17 تن بوده که شوهر منم جز اونها بود. یکی یکی در میارن از اتاق، اول با چماق میزنن به زانوی اینا که اینا میافتن، بعد با داس و تبر و چکش و نمیدونم قمه یکی یکی اینها رو میکشن. یعنی 17 نفر رو در عرض 2 ساعت. و این قتل ها به دستور حاکم شرع گرگان به نام آقای کاظم نورمفیدی انجام شد. حتی موقع کشت و کشتار مردم رفتن به این آقا گفتن آقا حمام خون را افتاده، بیا اینها رو نذار این کارا رو بکنن. در جواب گفته که بذارید مردم راحت باشن. چقدر مطمئنین شما که این جنایت به دستور کاظم نورمفیدی انجام شد؟ برای اینکه حاکم شرع گرگان بود و همه حرف حاکم شرع رو قبول میکردن و وقتی بهش میگن که آقا بیا اینا رو جلوی مردم بگیر، گفته بذارید مردم راحت باشن. ببینین آیا لحظه زاویه دیگه نگاه کنه، ما یک کسایی بودن تو محل یا به طور کلی تو گرگان که کینه ای داشته باشن از سروان منوچهری یا از پرسنل کلانتری یک گرگان، مثلا اینکه بگن این افسر خیلی ظالمیه، نمیدونم پدر ما رو در آورده تو این یه سال که رئیس کلانتری بوده، یا به هر حال چیزی که باعث شده باشه که اینقدر وحشیانه عمل کنن. آقای فلاحتی، حتی یکی از اینا آشپز شهربانی بوده. آشپز شهربانی چی گناهی داشته؟ شوهر من خیلی خوشنام بود آقای فلاحتی، خیلی دوستش داشتن مردم. از هر کس هم شما بپرسین گرگانی باشه بگین سروان منوچهری چجور آدمی بوده. شوهرم هم میتونست فرار کنه ولی چون شنید که پاسبونای خودش بودن، پاسبونایی بودن که همیشه میومدن خونه ما میرفتن و اینا، یکی از اینا کشته شده، گفت دیگه من نمیتونم برگردم خونه، که خودش هم کشته شد. بهش میگفتم فرار کن، میگفت آخه برای چی، ما که کاری نکردیم، هر رژیمی هم بیاد ما رو میخواد. اینه میگفت. کی و چگونه شما خبردار شدین که این اتفاق افتاده؟ من مشهد بودم آقای فلاحتی. بعد ساعت 2 ظهر بود، من بچه ها رو برده بودم بیرون. شوهرم زنگ میزنه به پدرم، میگه که فعیق اسم منو میگه کجاست. پدرم میگه بچه ها رو برده بیرون، میگه بهش بگین که وقتی اومد خونه نره بیرون، چون الان اعلام همبستگی شده شلوغه، ممکنه خدای نکرده اتفاقی بیفته، منم الان دارم میرم شهربانی، از اونجا بیام مشهد. بعد من که از اومدم خونه، پدرم به من گفتش که علی زنگ زده اینجوری گفته. گفتم که باشه. بعد من همینجوری منتظر بودم که میاد و اینا، 7-8 ساعت البته راه از گرگان تا مشهد. در هر حال بعد من هی زنگ میزدم به شهربانی، میدیدم شهربانی اشغال تلفنش. هی زنگ زدم، بعد زنگ زدم به فامیلمون که یه فامیل داشتم اونجا، زنگ زدم گفتم چی شده چه خبره، گفتش که والا ما شنیدیم شهربانی شلوغه ولی حلقه گل انداختن گردن علی و هیچ اتفاقی نیفتاده. من فکر نمی کنم، و من فکر می کردم هر کسی که بکشن امکان نداره شوهر من کشته بشه، به خاطر اینکه یک آدم ورزشکاری بود، از دیوار راست میرفت بالا. شوهر من قهرمان 2 میدانی و پرتاب دیسک بود. اصلا باورم نمیشد که این ممکنه یه روز از بین بره. به من ولی نگفتن که این از بین رفته. آقای فلاحتی، ساعت 6 صبح بود، من پا شدم گفتم منو ببرید. من و پدرم و شوهر خواهرم و مادرم و اینا بچه هارم گذاشتیم پیش خواهرم.
سوار ماشین شدیم به طرف گرگان. هر ماشینی که رنگ ماشین ما نخودی بود میامد، هی میگفتم یواش کنین شاید علی باشه، یواش کنین شاید، باور کنین چند جا ما همینجوری و فکر میکردم که اونه. خلاصه ما رسیدیم گرگان، گفتم من ببرین دم شهربانی. رفتیم دم شهربانی دیدیم شلوغه، بعد اومدیم تو ماشین رفتیم دم خونه دختر خالم، گفتم بریم اونجا. رفتیم اونجا دیدم که دختر خالم اومده سیاه پوشیده، تا من دید شروع کرد به گریه کردن، بعد همه گریه میکرده، گفتم آخه چی شده اینا؟ بعد منو انداخته، همش هم میگفتن ساکت باش ساکت باش کسی نبینه، نگو، همه گفتن اگه زن و بچه اینا بیان ما اینا رو میکشیم. بعد منو انداختن تو ماشین، من فقط اونجا دیدم که شروع کردم به گریه کردم، گفتم وای علی رو کشتن، پس ببین چی کشیده. یه خویی دیدم بغض پدرم ترکید، برای اولین بار بود من گریه پدرم رو دیدم. گریه کرد گفت نه هیچی اون نکشیده، هیچیش نشده، اون خودش رو کشته. البته این حرف پدر شما معنای بیش از یه دلداری ساده داشته، لااقل برای من شنونده. تقریبا همه افسرانی که خودشونو تسلیم کردن به حکومت برآمده از انقلاب یا خوش خیالانه رفتن سراغ آخوند و کمیته‌چیا کشته شدن. در واقع با تسلیم شدنشون، با فرار نکردنشون، خیلی رک بگم، خودکشی کردن. شما تونستین جنازه همسرتون رو ببینین، تحویل بگیرین؟ گفتن که برین کردکو، اونجا دفن کردن، اونجا جنازه ها رو بردن اونجا. من گفتم خیلی خوب، پس منو ببرین اونجا، من برای آخرین بار ببینمش. هر لحظه میگفتم یه چیزی امیدواری به خودم میدادم، گفتم برای آخرین بار ببینمش. رفتیم دم، رفتیم کردکو، یه 20 کیلومتر تا گرگان فاصله است. رفتیم اونجا دیدم شهر اصلا شلوغ، اصلا مردم تکون نمیخورن. بعد من از ماشین نگه داشتن، از ماشین اومدم پایین، پدرم جلومو گرفت گفت ببین اینجا شلوغه، تو نمیتونی بری، بذارم این یه ذره خلوت شه، من میگم که تو بیای حتما ببینیش حتما. خلاصه منو که بردن تو خونه، بعد منتظرم که برم ببینمش دیگه، خودتون میدونین که اوضاع چه جوری بود. بعد یه نیم ساعت یه ساعت دیگه دیدم اومدن، فقط یه گردنبند داشت تو ون، یه کاتی داشت تو سینش، اونو به من دادن و گفتن علی رو دفن کردی. همین جوری من برگشتم، گذاشتن تو ماشین منو، آوردن مشهد که دیگه از فردا نمیدونم چه میدونم عزاداری و اینا بود، پشت درمون میومدن صداتون در بیاد میکشیمتون، صداتون شما نمیتونین عزاداری کنین، نمیدونین چی به سرمون آوردن. در هر حال بعد از اونم هی من گفتم من باید برم سر خاکش. پدرم زنگ میزد به همین آقای نورمفیدی، 50 روز این آقای نورمفیدی اجازه نمیداد ما بریم، میگفت شما هارم زن و بچهش هم میکشن. بعد از 50 روز چند روز رفتیم سر خاکش و بعدم دیگه آقای فلاحتی سنگ قبرش شکوندن، همه کار، اصلا نمیدونین چی به سر ما اومد، نمیدونین چی به سر ما. ولی خب دیگه برای همین من از متنفرم از 22 بهمن. 22 بهمن میاد تمام بدنم میلرزه. حالا به هر حال بعد از اون روزای چند روز انقلاب 21 و 22 بهمن وضع یکم آرومتر شد، هیچ دنبال موضوع رو نگرفتین شما؟ همسرتون اون موقع چند سالش بود؟ بقیه چند سالشون بود؟ چه جوری بود؟ خانواده داشتن؟ دنبالش نگرفتن؟ مسنترین این افسرها و پاسبونا شوهر من بود که 34 سال داشت.
بقیه کوچکتر از شوهر من بودن. من حتی وقتی که رفتم بعد از چند ماه که مجبور بودم علی رغم میل باطنیم برم برای انحصار وراثت به شهربانی و به دادگستری و اینها رفتم شهربانی پروندهشو خواستم، پروندهشو که آورده بودن قشنگ یادم پروندهش نارنجی رنگ بود، روش نوشته بودن شهید درجه دو با ماژیک. به پاسبونه گفتم این یعنی چی آقا این پرونده شوهر منه؟ گفت بله. گفتم چرا نوشتن شهید درجه دو؟ گفت اینا بیگناهن و چون بدون محاکمه به قتل رسیدن. بعد چون سال سرگردیش هم بود خیلی خوشحال بود که میخواست سرگرد بشه سال 57 یا اوائل 58. اون زمانم آقای سباقیان وزیر کشور بود، رفتم پیش آقای سباقیان این نامه‌ای که به ما داده بودن که این کشته شده بیگناهه بردم به آقای سباقیان نشون دادم، گفتم آقای سباقیان این نامه‌ایه که به من دادن، شوهر من بیگناه بوده و سال سرگردیش هم بوده، لطفا یه دستور بفرمایین که من وقتی بچه هام بزرگ شدن بهشون بگم که پدرشون بیگناه بوده. تا نگاه کرد گفت خانم چون نوشته حمله در اثر حمله انقلابیون به شهربانی ایشون کشته شدن، به همین جهت به خاطر این کلمه انقلابیون ما نمیتونیم این کارو بکنیم. نگاهم نکرد و در باز کرد گفت بفرمایید. آقای سباقیان دلم میخواد حرفای منو بشنوی. آقای سباقیان دیدی که این دنیا به تو هم وفا نکرد. آقای سباقیان میدونی اون روز چی به من گذشت؟ هیچ کی نمیدونه به ما چی گذشته. هیچ کس. با کشتن 17 نفر 17 تا خانواده رو بدبخت و بیچاره کردین. 40 سال ما داریم عذاب میکشیم. آقای نورمفیدی من با اعدام مخالفم، ولی آرزو دارم، واقعا آرزو دارم که محاکمت رو ببینم. متشکرم از خانم فهیمه جعفریان برای این گفتگو با صدای آمریکا. آیت الله نورمفیدی به خبرگزاری فارس گفتن در همین مورد، مرکز کمیته انقلاب گرگان در مسجد حاج آقا کوچک بود که به صورت شبانه روزی به دست این جانب اداره می شد. غروب روز 21 بهمن مردم گرگان به شهربانی حمله کردند و عده‌ای از پاسبان‌ها را کشتند. جنازه ها در خیابان و داخل جوی آب افتاده بود. گروهی دیگر از ماموران در محاصره مردم قرار گرفته بودند که امکان کشته شدن این عده هم به دست مردم وجود داشت و اون موقع من جای دیگری بودم. بعضی از جوان ها دنبالم آمدند که چرا اینجا نشستی؟ مردم شهربانی حمله کردند. من سریع حرکت کردم و به شهربانی آمدم. یادم هست که آن شب جلوی شهربانی گرگان خیلی تلاش کردم که مردم را از این اقدام باز دارم، زیرا این سبک عمل صحیح نبود. گفتم بگذارید اینها طبق قانون محاکمه شوند، شاید عده‌ای بیگناه باشند. آن شب آنقدر داد و فریاد زدم این کار را نکنید که صدایم گرفت و نمیتوانستم حرف بزنم. کدوم محاکمه؟ اولا 21 و 22 بهمن کی رفت فریاد زد که کدوم یک؟ یک نمونه، یک نفر بیاد شهادت بده در هر جای ایران. 21 و 22 بهمن کسی رفت داد زد گفت بیا اینا رو بر اساس قانون محاکمه کنید؟ یک دو خلخالی هم محاکمه کرد، همه رو که اعدام کرد محاکمه کرد به شیوه خودش. دادگاه های خلخالی دادگاه بود که محاکمه بود. به هر حال زمان محاکمه علنی و عادلانه که برسه، هم خانم جعفریان همسر سروان منوچهری و هم خانواده های دیگه میتونن حرفاشون رو بزنن، هم آیت الله سید کاظم نورمفیدی. محمد دانشزاده قمی معروف به آیت الله محمد مؤمن، 80 ساله، متولد قم، مسئول انتخابات و اعزام قضات شرع دادگاه های انقلاب در سراسر کشور به دستور آیت الله خمینی در اوایل انقلاب دهه 60، عضو شورای عالی قضایی، عضو شورای عالی سیاستگذاری و رئیس حوزه علمیه قم، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضو مجمع جهانی اهل بیت و رئیس مجمع فقه اهل بیت، رئیس دادگاه عالی قم، عضو فقهای شورای نگهبان از سال 1362 و عضو مجلس خبرگان رهبری در 20 سال گذشته، در بیش از
بله 4 دوره 20 سال گذشته. این بار، اینا رو گفتم تا ببینین بار بزرگ گناهی که ایشون بر دوش دارن چقدر اولا زیاده و یکی از محصولاتش چیه؟ یکی از محصولات جزئیش زمینخواری 22 هکتاری است در قم، در بهترین منطقه قم. البته تنهایی این همه زمین رو قورت ندادن ایشون، به بقیه آیات اعظام و علمای اعلام هم تا تونستن دادن. حالا میگم خدمتتون، ایشون شوهر خواهری دارن، یعنی داشتن، مرد، به اسم ابوالقاسم رنجبر که قبل از انقلاب رعیت بود، یه ملکی رو به نصف کار اجاره کرده بود، یعنی ملک از صاحب ملک، کار از رعیت یا اجاره کنند. این بله، این سند نصف کار یا همون اجاره ملک به صورت کار از رعیت، ملک از مالکه، که هر سال هم تمدید میشد. ملک مال کی بود؟ مال طایفه سرشناسی که الان هم تو قم هستن، البته همه دار و ندارشون گرفتن، به اسم طایفه حقی. همین خانواده حقی مالیات 22 هکتار ملکی رو که به اسمشون بود و هست هر سال میپرداختن. یعنی از زمانی که اسناد مالیاتی وجود داشته و داره، این ببینید چقدر قدیمیه، همین خانواده حقی میدادن به دولت مالیات. و اینو گفتم برای اینکه مالیات یه ملک نشون میده که اون ملک متعلق به کیه و به نام کیه. سند 22 هکتار زمین که بله، این سند 250 سالشه، متعلق است به دقیقاً اون چه که نوشته است، جنابان خیرالحاج محمد علی و آخوند ملا علی اکبر و آم الله حسین، خلفان مرحوم آخوند، خلفان مرحوم آخوند آقا ملا محمد حقی. این آخوند و اینا هم که نوشته شده، چون اینا معلم بودن، معلم های قرآن مخصوصا موقع میگفتن آخوند، 250 سال پیش، لزومی آخوند های امروزی نیستن اینا لزومن. خب این سندی که دیدین، که حالا باز خواهید دید، 250 سال پیش نوشته شده و امضا شده، 1212 هجری قمری، یعنی همون حدود 250 سال بیشتر میشه. خانواده حقی در دو طرف رودخونه قم، حالا نقشه قم و منطقه رو میبینید، رودخونه هست، در دو طرف این رودخونه زمینایی دارن که یه بخشش مهندسیه قمه، که اون زمین ها وقف خاص پسرای فامیله، تولیتشو دارن و از درآمد اجاره باید سالانه مقداری رو به اوقاف بدن و اوقاف بفرسته واسه روشنایی نجف اشرف، چون که جد اینا تو وقفنامش ذکر کرده و این کار انجام میشه. یعنی اوقاف اون پول به اصطلاح روشنایی نجف رو هر سال از اینا میگیره، از اول میگرفته تا حالا. حالا موضوع این ماجرا زمین خاری که میگم، این زمینا نیست، اینا تکلیفش روشن. موضوع 22 هکتار ملکی است که مال همین خانواده حقی اونور رودخونه. سال هاست که آیات اعظام و علمای اعلام حوزه ها و دارن توش مدارس علمیه توش میسازن، کلی اداره و پاساج و ساختمونایی که به اسم این آخونده هست، مجتمع ادارات قم، خیابون شهید قدوسی، گفتم منطقه وسیع 22 هکتاری. قبل از انقلاب این 22 هکتار ملک دست چند تا رعیت از جمله شوهرخواهر شیخ محمد مؤمن اجاره بود به نصف کار. توش گندم و جو میکاشتن، نه شوهرخواهر مؤمن یعنی آقای رنجبر خدا بیامرز، نه خود شیخ محمد مؤمن، نه پدر و پدر جدش، اینا یه متر زمین هم نداشتن تو قم. شیخ محمد مؤمن دهه 50 شده بود مدرس حوزه علمیه و به طلبه های جوانتر از خودش درس میداد. سال 54، یعنی 3 سال قبل از انقلاب، که بعض زمیندارهای بزرگ خراب میشه بعد از انقلاب سفید و اینا در ادامه اون و بحران اقتصادی کم کم داره خودش نشون میده، در واقع نمیگم بحران اقتصادی دلیلش انقلاب سفید بود، اون واقعه که اتفاق افتاد، به هر حال خانواده حقی به رعیت ها میگن ما میخوایم زمینمون رو بفروشیم، من اینجوری شاید به نفعشون باشه، با رعیت ها حساب کتاب میکنن. این ببینین زمینا رو بین خودشون خانواده حقی تقسیم میکنن، شیشتون شیشتون، و با متراژ معین ثبت میکنن به اسم یه عده از پسرها و دخترای فامیل. سند ثبت این زمین ها با پلاک ثبتی 10277 و 10278 به اسم افراد خانواده حقی، همین که داریم میبینیم همین الان این سند در ثبت احوال قم هست. با این وجود همین افراد
باورتون بشه امروز دارن ماهی 50,000 تومان از کمیته امداد امام میگیرن برای گذران زندگی، چون همه چیشون آیات اعظام و علمای اعلام گرفتن ازشون. چقدر ما این خانواده داریم، از جمله این زمیناشون رو که 22 هکتار زمین یه شهر، از جمله این زمیناشون رو که آیت الله مؤمن و پدرش همینطوری به زور صاحب شدن. این داستان رو سریع براتون میگم. داستان این بود که وقتی قبل از انقلاب خانواده حقی شروع میکنن به فروختن زمینا، سال 54 سر و کله پدر شیخ محمد مؤمن که بهشون گفتن مشتباس پیدا میشه. بعضی هم گفتن مشتباس قومی. حالا آیا آدم لات باجگیری بود تو قوم که از کشاورزای قوم تلکه میگرفت؟ اونم متاسفانه مرده، نشد ببینه کارهایی که کرده داره یواش یواش رو میشه. حالا پسرش هست دیگه. مشتباس مؤمن پدر همین آیت الله مؤمن فقیه شورای نگهبان میره با گردن کلوفتی طلب زمین میکنه. میبینه تا حالا داشته عضو فامیلشون اونجا کار میکرده، به حال یه جوری خودشون رو صاحب ملک میدونن دیگه. تو اون گفتم اوضاع احوال. بعد میگه اگه یه قطع زمین، بعد میبینه داره میفروشه دیگه، میگه اگه یه قطع زمین به من ندین من دردسر براتون درست میکنم. وقتی بهش نمیدن شبانه در میفرسته درختکاری میکنن توی تیکه ملک که بعدم دورش دیوار بکشه و صاحب بشه. قضیه به درگیری و کلانتری و دادسرا میکشه و نهایتاً حکم طبیعتاً به نفع حقیا داده میشه. دعوا ادامه پیدا میکنه. سال 56 دوباره نو میشه، دوباره گردن کلوفتی خانواده مؤمن و اینا، تا سال 57 و انقلاب که همین محمد مؤمن میشه یکی از زعمای قوم برآمده از اون انقلاب. کلی هم چند دقیقه پیش گفتم که مسئولیت عالی قضایی داشته. از همون اول قضات شرع و خودش به دستور خمینی انتخاب میکرده و عضو شورای عالی قضایی بوده. ایشون با اوقاف تماس میگیرن و میگن که این 22 هکتار ملک توی یکی از بهترین جاهای قم وقفه و یه عده صاحبش شدن که شرعن و عرفن باید از دستشون در آورد. این تماسی که گرفته میشه تو روال قبل از 22 بهمن سال 57 به درخواست از آیت الله مؤمن اداره اوقاف وقت به شکل مسخری واقعا یه سندی صادر میکنه که بله این که آی اهالی بیاید شهادت بدید که فلان زمین وقفه. این نامه را آیت الله مؤمن میده دست باباش مشتباس که ببره شب مسجد جامع امضا جمع کنه. بعد واسه اینکه مردم راحت امضا کنن میگه اول برین، اول برو بده شاگردام امضا کنن. دو تا شاگرد الان میشناسنشون دیگه، دو تا شاگرد داشته اون موقع، شیخ ممتقی صدیقیان و شیخ ممصادق تهرانی، پدر همین کرباسچی شهردار سابق تهران. اونا چون به هیچ وجه، من نمیگم اونا حق بازی کردن، اونا چون معلمشون استادشون شیخ محمد مؤمن گفته بود، آیت الله محمد مؤمن گفته بود و به پدرش اعتماد داشتن، به مشتباس، استشهادیه قلابی رو امضا میکنن. با امضای این دوتا مشتباس مؤمن میره با استشهادیه قلابی مسجد جامع قم، از مردم امضا میگیره به عنوان شاهد که ببینین اینا هم امضا کردن که ملک حقی ها رو به اسم وقف اینا صاحب بشن و میشن با همین استشهاد قلابی. اوقاف میاد رو ملک دست میذاره میگه این ملک وقفه و حق فروش ندارین. ببینین من نمیدونم که این قضیه رو چقدر میشه مربوط کرد به فضای اون موقع به طور کلی و امتیاز دادن به آخونده در سال 57 ببیشه 56-57، ولی به هر حال اوقاف چون این کاری رو میکنه قبل از انقلاب، شاید به همین دلیل آخوند امتیاز بدیم فلان کنیم اینا. یعنی یکی از ضعفایی که صحبت میشود که حکومت قبل از انقلاب داشت. باری طایفه حقی میره شکایت میکنن، میاد تا عرض کردم میاد تا توی انقلاب و بعد از انقلاب. قاضی یا آخوندی است به اسم آیت الله شیخ حسین کریمی که خود آیت الله مؤمن ایشون رو کار گذاشته. ایشون حکم میفرمایند، پرونده به نفع اوقاف حکم میخوره. به سفارش آیت الله مؤمن برج 5 سال 61 بالاخره حکم میدن. حقیا دوباره روی این فرجام خواهی میکنن، پرونده میره دادگاه تجدید نظر. قاضی دوباره یکیه که
مؤمن گذاشتتش به اسم علی مشکینی، نه اون آیت الله مشکینی معروف که مرد، نسبتی با اون نداره. این شاهکار، من اینو نمیتونم نخونم براتون تیکه هایشو. ببینین 60 تا شاید نوشته توی این حکمی که آقای علی مشکینی داده و توی این شایداشم نوشته، با صراحت نوشته بر فرض اینکه سند هم داشته باشد این ملک و سند وقف وجود نداشته باشه، یه بار دیگه میتونیم نشون بدیم، مثلا سند وقف وجود نداشته باشه نمیتوان منکر وقفیت شد. بله آقای علی مشکینی، این حکمشونه. این جمله رو من میخونم، میگم بعد از شاید ها، نمیدونم اولا شاید فلان، دوم شاید اصلا اقدام در اداره اوقاف نکردند، سوم شاید به لحاظ اینکه اصل واقف فوت کرده، اصلا واقف وجود نداشته و به حسب ظاهر ملک به دست ورثه افتاده، پس صرف نداشتن سند نیز نمیتواند دلیل بر وقف نبودن باشد. این حکم آقای علی مشکینی، رئیس شعبه دوم دادگاه تجدید نظر مدنی خاص تهران، سال 61. این سند، همین سند فقط کافیه تا آدم بفهمه دستگاه قضایی نظام مقدس چقدر واقعا فاسد. رأی علیه مالک حقیقی و مستند ملک، یعنی خانواده حقی صادر میشه. چقدر از این خونه ها و ملک ها رو این آخونده بعد از انقلاب بالا کشیدن، مثل واحدهای تولیدی که بالا کشیدن. حالا این خانواده حقی به دلیل سابقه شون تو قم رها نکردن قضیه رو، خب البته شاید اگه کسی دیگه هم بود ولی نمی‌کرد، نمی‌دونم یقه آخونده رو. و چون شما سند دارین، یه های آخوندی میاد که کلی هم مقام منصب داره تو این حکومت، میگه خونت مال منه برو بیرون، وقتی مقاومت میکنی و داد و فریاد را میندازی میره اوقاف، میگه این زمین رو بگیر به اسم وقف بده به من، به اسم حوزه علمیه که خودم عضو هیئت سیاست گذاریشم، خودم رئیسشم. تو روز روشن میان خونتون رو که سندش دستتونه میگیرن، میگن ما میگیم این وقف امامزاده است. بازم خانواده حقی میرن وکیل و قاضی میبینن و دنبال میکنن قضیه رو، که اوقاف ظاهرا میبینه هیچ راهی نداره جز این که این 22 هکتار زمین رو تون تون. ببینین این سندهایی که دیدین، اینا سندهای حبه کردنه. این میبینه اوقاف، میبینه آقا جون سند هست، همه چی هست. حالا بازم خواهم گفت که چقدر اسناد دیگر هست که روشنه که این زمین ملکش اشخاصه، سند خورده و ارث شخصی افراده. اوقاف میاد چیکار میکنه؟ میگه آقا اصلا میایم این 22 هکتار زمین رو تون تون حبه میکنیم، به آیات عظام در قم کلکش رو میکنیم، یعنی هدیه میدیم. و این آیات عظام کلی مدرسه طلبگی و دفتر و دستک آخوندی تو همین زمین های قصبی میسازن، دانشکده اصول دین میسازن، مرکز خدمات حوزه علمیه میسازن، بیمه طلاب، مدرسه علمیه امام رضا میسازن، حوزه امر به معروف میسازن، نماینده ولی فقیه، ساختمون عظیم نمایندگی ولی فقیه در قم میسازن، کلی آپارتمان مسکونی که دیدی نصفشو میذارن موقوفات آستان قم، اینا رو میسازن. همه آیات عظامی که املاک بهشون حبه شده، حالا شاید نه همشون ولی قطعا اکثرشون خبر دارن زمینی که توش نماز جماعت میخونن قصبیه. نمونش هست آیت الله جوادی آملی، چند نفر از خانواده حقی میرن پیش ایشون که بنیاد اسرار رو ایشون دارن در قم، یک ساختمون عظیمی تو همین زمین قصبی. سند 250 ساله ملک رو میدن به آقای جوادی آملی تا ایشون مطالعه بفرماین. ایشون میخونن، بعد از چند دقیقه سکوت و تعمق میفرمایند این جمله‌ای که گفته، به من حبه شده، من کاری نمیتونم بکنم. این رشوه گرفتن و دهن بستن در مورد خیلی از آیات عظام قوم از این ملک 22 هکتاری صادقه.
و اینا چی داشتن آخه قبل از انقلاب؟ اینجوری صاحب همه آلاف علوف شدن دیگه. از مسئولان دستگاه قضایی هم دست کم دو نفرشون رو میدونیم، یکی که همین رشوه رو گرفتن و دهن بستن، یکی آخوند زمیندار بزرگ هست آیت الله شاهرودی، دوره ریاست ایشون بر قوه قضاییه طایفه حقی میرن پیش معاون هاشمی شاهرودی حجت الاسلام مروی که ایشون هم مردن، حجت الاسلام مروی، میگن موضوع از این قراره، لطفاً به حاج آقا بگید پیگیری کنه به رئیس قوه قضاییه. مروی میگه این زمینایی که میگید کجا هست؟ میگن 75 متری عمار یاسر مجتمع ادارات قم. مروی میگه از این ملکا با آیت الله شاهرودی هم هبه کردن که. بعد دوره لاریجانی، دوره ریاست لاریجانی بر قوه قضاییه، حق یا درخواست اعمال ماده 18 میکنن که الان شده ماده 477، درخواست دخالت مستقیم رئیس قوه قضاییه توی پرونده ای که حکم داده شده. پرونده میره دست محسنی اژه‌ای، دو سال پیش اون میمونه. یکی میفهمم با سفارش آشنایی پیش محسنی اژه‌ای، میگه آقا چرا خبری نمیشه از پرونده؟ اژه‌ای میگه به من سفارش اکید شده کسی دست به این پرونده نزنه. هیچ رای نمیمونه برای حقی ها، میرن استفتا میگیرن از یه سری از مراجع، از خامنه ای، رهبر معظم سیستانی، صافی گلپایگانی، چند تا دیگه. ببینین استفتاها رو ببینید، همش به نفع حقی هاست. چون طبق جواب این استفتاها در صورت وجود سند هیچ بهانه و دلیل نیست که ملک رو وقف بدونیم. اینو یه بار دیگه هم وقتی این بذارین دیگه، اینجا همه رو نوشته. بله این استفتا هاست. خب سند رو یه بار دیگه ببینین، سند ملکو. بله این ملک شخصیه، وقف نیست و هیچ وقف نامه ای نداره تو اوقاف. ببینین سند در اداره اوقاف، اداره ثبت احوال قم هست و این 22 هکتار زمین هیچ وقفنامه‌ای تو اوقاف نداره. روشن‌تر از این، افزون بر این سند مالکانه 250 ساله، سند ثبت این زمین‌ها با پلاک ثبتی 10277 و 10278 به اسم افراد حقیقی، خانواده حقی، همین الان در ثبت احوال هست. چی میگه حالا حضرت آیت الله مؤمن عضو فقیه شورای نگهبان و عضو مجلس خبرگان رهبری؟ چی میگه آیت الله جوادی آملی که هی تو بنیادهای مجللش پوز قدرت میده؟ چی میگن مریدان و اطرافیان این حضرات که پشت سرشون رو همین زمینای قصبی نماز میخونن؟ بعد موضوع بعدی باید تونتون بگم خدمتتون دیگه. بعد از صدور حکم براءت سعید طوسی یه معروف، آقای اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اومد توضیح داد قضیه رو به شیوه مرضیه دستگاه قضاییه که میدونین دیگه یعنی چی. حالا گوش بدیم. این موضوعی که ادعا شده که اتفاق افتاده، حالا بعد اشاره میکنم چی ادعا شده، در کی اتفاق میگن افتاده؟ در سال 87 یا 88 یا ادامش 87 به 88 کی اومدن یک نامه نوشتن به دادستانی؟ در سال 92. یعنی بس عنایت داشته باشید، اون موقع که به قوه قضاییه ارجاع شده سال 92 است. دروغش رو از همین اول شروع میکنه. ببینین تاریخ رسید ما داریم. بله این رسید شکوایی است در تاریخ 8/5/1391 با موضوع فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا. شکوایی این رسیدی است که قوه قضاییه میدهد به خانواده شاکیان، خانواده های شاکیان که ما دریافت کردیم شکوایی رو که در 8 مرداد 91، ها گفت سال 92، اون آقای سوت بلبلی گفت سال 92 شکایت کردن. اینا میگم چرا این هی عقب میندازه اینو، این یه دلیل که عرض کردم دروغ میگه. دروغ دلیل دیگه در مورد روشن درباره دروغی که میگه، قرار مجرمیت تو همون سال 91 زده میشه برای سعید طوسی. این قرار مجرمیته. 22/7/91 قرار مجرمیت زده میشه. اون تاریخ رو دیدین همونجا نوشته 23/7/91 ثبت کیفر خواست شد.
اما سخنگوی قوه قضاییه میگه سال 92 شوکات طوسی شکایت کردن. چرا؟ برای اینکه همه مسائل اصلی پرونده واقعا که مربوط به سال 91 مطلقا ندیده گرفته بشه. اعمال و نفوذ بیت رهبر معظم، نقض حکم دادگاه و همین حکمی که دیدین با تلفن سید علی مقدم و عوض شدن این حکم. سید علی مقدم مسئول روابط مردمی بیت معظم که تلفن میزنه به دولت آبادی دادستان، گفتم قبلا تشهر میزنه که آه چی کار داریم میکنیم ببندین اینا. سال 91 اینا همه از سابقه رسیدگی به پرونده میخواد آقای سوت بلبلی مطلقا حذف بشه، کسی دیگه از اعمال و نفوذ بیت رهبر معظم انقلاب در تبرئه کردن قاری لوادکار بیت معظم چیزی نگه. بقیه حرفای اجری رو گوش کنید. سه تا عنوان اتهامی در این دادسرا مطرح میشه. این سه تا اتهامی که مطرح میشه، دادگاه میگه خب یک موردش چی، دادسرا میگه یک موردش اصلا در صلاحیت دادسرا نیست، طبق قانون عیناً مستقیما باید بره دادگاه. مطلب دومش میگن که این مسئله منافی با عفت هستش، قرار منع تعقیب صادر میشه، تشویق به فساده، اینم نهایتا قرار منع تعقیب صادر میشه. یعنی منافی عفت نیست کارای سعید طوسی. انصافا اگه عفیف بودین شما که قاری محبوبتون این نبود. و یعنی حرفایی که شنیدین از اژه‌ای کارای سعید طوسی تشویق به فساد نیست. چه چیزی فساده در جمهوری اسلامی؟ در قاموس آخونده چی فساده؟ امشب فهمیدیم که تعرض جنسی و تجاوز جنسی، قاری قرآن به بچه ها و لوات، به شرطی که آخوند و قاری باشی فساد که نیست، تشویق هم میشه. دیدین دیگه اینا عکسایی است که از سعید طوسی به تازگی منتشر شده. سعید طوسی تو مشهد با انبوهی نوجوان که من نمیدونم پدر مادر چجوری باز بچه‌هاشون میفسن پیش اینا. سعید طوسی در جمکران، دکونی که آخونده به اسم امام زمان درست کردن. بذارین تا فرصت داریم من تماس‌هایی رو که شاکیان گرفتن، قسمت‌هایی از انبوه نوشته‌های 3 شاکی و 14 شاهد پرونده سعید طوسی رو که هم حمایت مراجع حکومتی رو از سعید طوسی نشون میده و هم جزئیات دفاع خامنه‌ای از سعید طوسی رو براتون بخونم در این فرصت که داریم. آیت الله علوی گرگانی، بله، نوشتن به هر حال این بچه ها، این دوستان نوشتن برای بنده. اولین بار سال 92 بعد از آنکه پدرانمان به همراه ما به دیدنشان رفتیم، به دیدن آیت الله علوی گرگانی، پیغام دادن که موضوع رو باید پیگیری کنید و خودشان هم تمایل به همکاری داشتن، ولی سال 95 که به ایشان نامه دادیم دیگر واکنشی نشان ندادند. چرا؟ چه اتفاقی افتاده؟ آیت الله وحید خراسانی، هم سال 92 رفتیم بیت ایشان، هم سال 95 به ایشان نامه نوشتیم و مدارک را به ایشان ارائه دادیم. خود ایشان را که موفق نشدیم ببینیم، پسر بزرگ ایشان حاج محسن را دیدیم. خیلی تمایلی به پیگیری قضیه و ورود کردن به آن نداشتند و تنها میگفتند ظالمان دیگر. و در واکنش به عملکرد صادق لاریجانی که داماد آیت الله وحید است، مبنی بر مختومه کردن پرونده میگفتند ما با او قطع رابطه کردیم، مدت هاست دیگر ارتباطی نداریم، هم خودم هم پدرم، نه خودم نه پدرم. خلاصه بیت آقای وحید هم کاری برای ما نکردند. این مطالب را با آیت الله مکارم شیرازی به همراه مدارک و اسناد به ایشان رساندیم، از طریق رئیس دفترشان آقای علیان نژاد و یک شخص دیگر که اسمش در ذهنم نیست. ایشان در واکنش به این موضوع گفتند این پرونده اگر به نتیجه نرسد خیلی عواقب بدی خواهد داشت، من حتما این را پیگیری میکنم و حتی با رهبری صحبت میکنم که به نتیجه برسه، و به ما پیغام دادند که این را علنی نکنیم و صبر کنیم. یه پرانتز بکنم، آیت الله مکارم بعدن که رهبر معظم کسب تکلیف کردن فرمودن شایع سازی و شایع پراکنی در جامعه از توطئه های شیطان است و ریختن آبروی افراد و ایجاد نفاق و اختلاف در جامعه از آثار سوء این مسئله است. باری ادامه نوشته شاکیان به بنده، به آقای شبیری زنجانی هم رساندیم این مطلب را، یعنی حضورا پدرم با ایشان صحبت کردم، ولی ایشان ظاهرا خیلی اهل تقیه هستند، پنهانکاری. حتی وقتی گفتیم لاریجانی به ما ظلم کرده گفتن خب چی بگم، لاریجانی خودش مجتهده دیگه. تنها کاری که کردن ما رو ارجاع دادن به برادرشان آقای جعفر شبیری زنجانی که در تهران امام جماعت یکی از مساجد هستن در صادقیه
ایشان سابقا در کار قضاوت بودند و الان هم مشاور رئیس قوه قضاییه هستند. چندی بار پیششان رفتیم، مدارک را به ایشان دادیم، ولی ایشان هم پیگیری خاصی برای ما انجام ندادند. با آقای نوری همدانی و جوادی آملی و صبحانی هم مدارک و نامه دادیم، ولی اصلا پیگیری نکردند، حتی حاضر نشدند ما را ببینند. آقای خامنه ای به هر جایی که شروع میکرد پرونده طوسی را پیگیری کند اولتیماتوم میداد که این خط قرمز است، این حجت شرعی است. نمیگذاشت قوه قضاییه پیگیری کند، نمیگذاشت ناطق نوری پیگیری کند، نه هیچ جای دیگر. عین ره، این اسمای واقعیشون هستند، من به دلایلی نمیگم اسمشون رو تونتون بخونم براتون بریم. عین ره مال بیت رهبره به ما میگفت لاریجانی خودسر طوسی را تبرئه نکرده، او زیر نظر حضرت آقاست. میگفت در بیت به همه جا اعلام کردند که پرونده طوسی حجت شرعی است و نباید پیگیری شود. برای اطمینان بیشتر شخصی به نام میم سین ر را واسطه کردیم تا تتوی ماجرا را درآورد. در آخر به ما گفت شخصی به نام علی بابا، نام مستعار که خیلی واقعا نزدیک است، به من گفت که این پرونده حجت شرعی است، پیگیریش نکن. حس این زنگ زد به ما و گفت شما میدانید که حضرت آقا به آقای لاریجانی دستور دادن که این پرونده را جمع کنید؟ به راستی سوالی که من شاکی دارم این است، سعید طوسی مگر چه رازی از آقا در دل دارد که حاضرند به خاطر او کل نظام را فدا کنند؟ بریم پرده آخر. امامزاده سید عبدالله روستای کشکا، امامزاده که با بیش از 4000 سال خدمت در این روستا اهالی روستاهای تلارپشت، کشکا، ایوک، بورخیل، رنگریزکلا، چفتکلا و تمام اهالی همجوار این روستا ارادت خاصی به این بقعه متبرک دارن و داشتن. ببین گفت چند سال؟ گفت چند سال؟ بعد از چند سال؟ زاده که با بیش از 4000 سال خدمت در این روستا. شب و روزگار خوش.